با این دوربین با این چیکار کنیم باتری گوشی ما خراب نشه؟ ببینیم، به سبب مکانیزمی که باتری گوشی ها دارن در هر شکلی در گذر زمان عمرشون کم میشه، اما این نحوه استفاده شماست که باعث میشه این روند سریعتر اتفاق بیفته یا دیرتر. مثلا بین 20 تا 80 درصد شارژ گوشیتون رو همیشه نگه دارید، از فست شارژ استفاده بکنید، موردی نداره. از کابل شارژ استاندارد و سالم استفاده بکنید، از شارژر استاندارد و سالم استفاده بکنید. نذارین باتری گوشیتون اوور شارژ بشه، یعنی اینی که بزنینش به برق، بخوابین، فردا صبح بلند شین تازه بخواین از شارژ درش بیارین. به جاش بیاین از دو شاخه های تایمر دار استفاده بکنید که خیلی کارآمد و خوبه. اگه تجربه استفاده شو دارین بهم تو قسمت کامنت ها بگید. ترجیحاًم در حین شارژ شدن گوشی باهاش بازی نکنین. فکر می کنم اینها مهمترین مواردی بود که باید رعایت کنید تا باتری گوشیتون سالم بمونه. تقریبا اینا چیزایی هستن که تو ذهن من مونده. اگر موردی بود و من بهش اشاره نکرده بودم، شما بهش تو قسمت کامنت اشاره کنید. سلام، من اهورا نیازی هستم و این ویدیوی 15 تا از پرتکرارترین سوالهایی که تو این چند ساله گذشته باهاشون مواجه شدم. یه سری هاشون خیلی پرکاربردن، یه سری هاشون خیلی بدیهیه، ولی به هر حال پرتکرارترین سوال ها. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحال میشم صفحم رو در یوتیوب سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگوله ضربه بزنید، چون که همیشه ویدیو دارم و دوست ندارم اونا رو از دست بدید و دوست دارم اولین افرادی باشید که اونا رو میبینید. به علاوه خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم در اینستاگرام صفحم رو فالو داشته باشید، ویدیو رو یه لایک کوچولو بذارید واسه خوشحالی بنده است. بریم ادامه. نسخه چینی و گلوبال گوشی های شیائومی چه فرقی با هم دارن؟ کمی ممکنه ظاهر بسته بندی متفاوت باشه. در مرحله دوم رام گوشی با هم فرق میکنه. اون رام بر اساس قوانین و خواستار خود اون کشور مختص چین ساخته شده، اون یکی به صورت گلوباله. همیشه سعی کنید رام گلوبال رو تهیه بکنید. اگر هم رام چین داشته مشکل خاصی نیست، با یه فلش رام گوشیتون عوض میشه، ولی ممکنه گارانتیش هم بپره، یعنی 100 درصد گارانتی میپره. گوشی فیک یا طرح اصلی بخریم؟ قطعا میگم نه، چون پولتون رو دور ریختین. گوشی های فیک یا طرح اصلی بعضیا هستن خیلی شبیه به گوشی اصلی است، اما فقط ظاهره. همین که باهاش کار کنی، نمایشگرش رو ببینی یا مثلا به دوربیناش سر بزنی، متوجه میشی که خیلی داغونه، گارانتی نداره، هیچ پشتیبانی نداره، صاحب اول و آخرش خودتی. به هیچ عنوان این کارو نکنید، فقط ظاهره، داخل داغون، معلوم نیست اصلا کی درستش کرده، هیچ صاحبی نداره، هیچ برندی نیست، نخرید، به هیچ عنوان نخرید. سوال بعدی اینه، چرا برای گوشی ما آپدیت نمیاد؟ 1، ممکنه گوشید از رده خارج شده باشه. 2، آپدیت میاد، تو یکم عجولی. ببینید، به دو سه دلیل ممکنه آپدیت برای گوشی شما دیر بیاد. 1، بازار فروش اون گوشیه. ممکنه گوشیی که برای بازار اروپا عرضه میشه زودتر آپدیت دریافت کنه، بازار خاورمیانه دیرتر. ما هم خب شامل بازار خاورمیانه میشیم دیگه. در مرحله دوم، به غیر از گوشی های گوگل پیکسل، چون مابقی کمپانی ها رابط های کاربری اختصاصی خودشونو دارن، بعد از عرضه یک آپدیت میجر یا بزرگ که میشه همون آپدیت سیستم عامل، کمپانی سازنده اون گوشی شما باید بیاد اون سیستم عامل رو بهینه سازی بکنه، بر اساس رابط کاربری سپس آپدیتش رو عرضه بکنه. و بعد میبینین ابتدا میرن سراغ گوشی پرچم‌دارا، بعد ذره ذره میان به گوشی های لول پایین‌تر میرسن. واسه همین بسته به گوشی شما ممکنه آپدیت ها کمی دیر به دستتون برسه. یه دلیل دیگه هم هست، ممکنه آپدیت اومده باشه شما متوجه نشده باشید، یعنی نوتیفیکیشنش اومده باشه شما پاکش کرده باشه. تنها راهش اینه که به بخش تنظیمات برید، سیستم آپدیت و چک فور آپدیت رو بزنید. یه پیشنهاد دیگه هم واسهتون دارم، وی پی ان رو گاهی روشن بکنید، ممکنه تاثیر بذاره. یعنی وی پی ان روشن کنید بعد برین چک بکنید، اون موقع ممکنه آپدیتش بیاد. گوشی من چند سال قراره آپدیت دریافت کنه؟ این به کمپانی سازنده برمیگرده که جلوتر به تمامی کمپانی ها اشاره میکنم، اما به صورت کلی ما دو نوع آپدیت داریم، یکی میجور یا آپدیت بزرگه که سیستم عاملتون توش به روز رسانی میشه، یکی مینوره که میاد باگ های هر سیستم عامل میجور رو برطرف میکنه. یا آپدیت دیگه داریم به اسم سکیوریتی آپدیت که بحث به روز رسانی مسائل امنیتیه. سامسونگ اعلام کرده گوشی هاش از سال 2019 به اینور به مدت 4 سال به روز رسانی نرم افزاری میکنه، تمامی گوشی هاش از سال 2020 به اینور 3 سال به روز رسانی میجور یا سیستم عامل میکنه، که البته خیلی جالبه بدونید فقط برای پرچمدار هاست، اما لابلای اینها گلکسی 71 A51 A71 5G A51 5G و A90 5G هم این آپدیت رو دریافت میکنن. کمپانی شیائومی وعده 3 ساله داده برای گوشی هاش و کمپانی هواوی وعده 2 ساله، اما از همه اینها برتر گوشی های اپل که معروف 5 سال گوشی هاشو به روز رسانی نرم افزاری میکنن. دو تا سوال با هم ترکیب میکنم. گوشیم فست شارژ نیست، با فست شارژ شارژش کنم خراب میشه؟
گوشیم شارژر سریع 18 واتی رو پشتیبانی میکنه. با شارژر 33 واتی شارژش کنم چی میشه؟ در مرحله اول اگه گوشیتون فست شارژ پشتیبانی نمیکنه، نه، خراب نمیشه. در مرحله دوم اگر از شارژری که سریعتر از قدرت شارژگیری گوشیتون هست شارژش کنید، به هیچ عنوان به هیچ صدمه ای وارد نمیشه. گوشی بر اساس تواناییش انرژی دریافت میکنه، نه بیشتر. ولی مسئله مهم اینه که شارژرتون استاندارد باشه، کابل شارژتون هم سالم باشه. علاوه اینه که استاندارد هم باشه. گوشیمو بزنم زمین چی میشه؟ خراب میشه. نه شوخی کردم بابا، خراب چرا بشه؟ بزنی زمین هوا میره. شوخی کردم. صفحه فالو کردی؟ بریم ادامه ویدیو. از کجا بفهمیم شارژرمون چند واتیه؟ ببینید اگر روی شارژر رو نگاه کنید یه سری اعداد و ارقام هست. یه جای یه واژه هست نوشته آوتپوت که میشه خروجی. کنار آوتپوت یکی دوتا عدد نوشته. مثلا نوشته 9V بعد یه خط 2A. 9 ولت 2 آمپر میشه 18 وات. عددهای مختلفی هست. ممکنه 5-3 باشه که میشه 15 وات، 9-3 باشه میشه 27 وات، 15-4 باشه میشه 60 وات. بستگی به شارژرتون داره. شارژر داخل جعبه گوشیم خراب شده، شارژر چی بخرم؟ اگر مطمئن 100%ی، یعنی به اون فروشنده مثل چشمات اعتماد داری که داره به شارژر اصلی خود گوشیتون میده، خود اون محصول، برو ازش بگیر. در غیر این صورت 100% برو سراغ کمپانی‌های سوم شخص که کارشون تولید شارژره. مثل انرژیا، راف پاور، یونیک، بلکین، خیلی زیادن. ولی برید سراغ اونایی که گارانتی دارن، چون اونام تقلبی دارن دیگه. سوال بعدی به سه شکل از من پرسیده میشه. میخوام یه بازی رو دانلود کنم، تو گوگل پلی استور پیداش نمیکنم. چطوری این ارور رو رفع بکنم؟ چطوری تحریم گوگل رو دور بزنم؟ تنها کاری که باید بکنید به بخش تنظیمات برید، به بخش اپ ها برید، گوگل پلی استور رو پیدا کنید، به بخش حافظه اون برید، کلیر دیتا، کلیر کش. حالا وی پی ان تون رو روشن کنید، یک بار دیگه به گوگل پلی استور برید. میبینی که اصلا ظاهرش تغییر کرده. تمامی اون سه تا سوالم در قالب یک راه حل حل شد. یه وی پی ان خوب معرفی کن. بهترین وی پی ان ها وی پی ان های پولی هستن. خود منم از وی پی ان پولی استفاده میکنم، ولی اصلا یادم نمیاد سروری که خریداری کردم از کی گرفتم، چقدرش باقی مونده. اگر وی پی ان خوبی سراغ دارین حتما تو بخش کامنت ها برام بنویسین که اگر این تموم شد دستم خالی نمونه. در مورد وی پی ان های رایگان هم 100% از داخل گوگل پلی استور دانلودش کنین که یه موقع بد افزار خدای نکرده دانلود نکنین، چون یه سری وی پی ان های رایگان هستن میان از گوشی شما به عنوان ماینر استفاده میکنن و ارز دیجیتال ماین میکنن. اتفاقا برای شما نمیفته ها، ولی به هر حال به گوشیتون فشار میاد و برای یکی دیگه سودش میره. ترجیحاً از داخل گوگل پلی استور دانلود کنین، چون تمامی اپلیکیشن ها رو اسکن میکنه و بعد اجازه دانلود میده. آها، اینم خیلی مهمه که کنار آیکون نرم افزارتون اون واژه ادیتورز چویس باشه و عموم نرم افزارهای خوب اون ادیتورز چویس رو دارن. گوشی میخوام بخرم تو بازه 5 6 تا 7 میلیون تومان، چی پیشنهاد میکنی؟ پوکو ایکس 3، هواوی نووا 7 آی. همیشه گفتم نووا 7 آی بهترین سخت افزار تو این رده قیمتی داره، ولی خب جی ام اس یا همون گوگل موبایل سرویس نداره، در ازاش اچ ام اس داره. از اون طرف پوکو ایکس 3 رو به شدت بهتون پیشنهاد خریدش میدم. تفاوت گوشی پوکو ایکس 3 با پوکو ایکس 3 ان اف سی چیه؟ سه جا با هم تفاوت دارن. ظرفیت باتری 5160، 6000 میلی آمپر ساعت، فریم میانی آلومینیومی پلاستیکی، این ان اف سی داره، این ان اف سی نداره. به عنوان سوال آخر، اندروید خوبه یا آی او اس؟ ببینید این قضیه کاملا سلیقه‌ایه و بستگی به انتخاب شما داره، اما به صورت کلی جفتشون یه سری مزایا دارن، یه سری معایب دارن. اما آی او اس به سبب انحصارش در برند خودش و محصولات کمی که تولید میکنه عموماً اکوسیستمی روانتر داره. رابط کاربری روانتر، نرم افزارها روانتر، اتصال گجت ها به هم روانتر و ساده تره. ولی این نیست که اندروید پر از باگ باشه، نه، همچین چیزی نیست. اندروید هم مزایای فوق‌العاده خاص خودشو داره. و در نهایت بگم که من خودم هم اندروید بازم و اندروید باز خواهم و تازه پیشنهاد خریدش هم بهتون میدم. ویدیو به پایان رسید. امیدوارم براتون کاربردی بوده باشه. میدونم یه سری سوال ها ممکنه خیلی برای یه سری بدیهی باشه، برای یه سری خیلی پرکاربرد باشه. و هر صورت سوالات عمومی بودن که تو این سالیان سال همیشه تکرار شدن. لیست های بعدی هستن که اگر تمایل داشتید که قسمت های بعدی رو بسازم بهم بگین، حتما میسازم، چون سوال ها خیلی زیادن، خیلی زیادن. امیدوارم زندگی به کامتون باشه تو این روزگارم سخت. ارادتمند شما، امرانیزی.